بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کاروان پیاده روی از خمینی شهر آدریان چندین روز است که با پای پیاده به سمت شهر مقدس کربلا به راه افتاده اند. لازم به ذکر است این کاروان از روز هفتم سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام به سمت شهر مقدس کربلا حرکت کردند. بنابر اطلاعات رسیده، این کاروان که حدود یک ماه با پای پیاده این مسیر را طی می کنند در سال 1395 تأسیس شد و آن زمان تنها دو نفر در آن حضور داشتند، اما اکنون شاهد حضور ده‌ها نفر از جوانان و نوجوانانی است که با پای پیاده خود را به شهر مقدس کربلا می رسانند. و خبری در رابطه با مسلمانان چین. شهرهای مرکزی سینکیانگ بیش از 70 مقام اویغور را به دلیل دوچهره بودن بازداشت کردند و هدف از این کار را وفادار نبودن به چین و حزب کمونیست اظهار داشتند. مقامات در کرلا، دومین شهر بزرگ از نظر جمعیت در سینکیانگ، اظهار داشتند تا کنون بیش از 200 اویغور که مشکل ساز تشخیص داده شده اند سرکوب و دستگیر شدند. شاید ذکر است اصطلاح دو چهره توسط مقامات دولت چین برای توصیف مقامات اویغوری استفاده می شود که به دستورالعمل ها بی توجه هستند و نشانه های از بی وفایی نسبت به حزب کمونیست نشان می دهند. گفتنی است که تا کنون بیش از 200 مظنون در این رابطه دستگیر و سرکوب شدند. هندوهای تندرو پنج شنبه تنها چند ساعت پس از خوشامدگویی مسلمانان به آنان به مدرسه‌ای در نزدیکی پایتخت حمله ور شدند. ده‌ها هندو پس از شرکت در راهپیمایی مذهبی خود به مدرسه دینی متعلق به مسلمانان در نزدیکی پایتخت هند حمله کردند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از میدل ایست مانیتور، این اتفاق در حالی رخ داد که تنها چند ساعت پیش از حمله مسلمانان به منظور خوشامدگویی به زائران هندو در ورودی های شهر خود حاضر شدند. مسلمانان به نشانه وحدت به هندوها گل دادند و از آنها پذیرایی کردند. راهپیمای امسال نیز به خشونت آلوده شد و تعدادی از هندوها به مکانهای اسلامی حمله کردند. یک آزمایش نشان می‌دهد که سلول‌های زنان میانسالی که مواد غذایی سرشار از ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان مصرف می‌کنند، جوان‌تر است. بر اساس تحقیقات جدید، رژیم غذایی غنی از مواد مغذی که شکر افزودنی کمی دارد، می‌تواند سرعت پیری بیولوژیک را در زنان کاهش دهد. با اینکه رژیم غذایی غنی از مواد مغذی می تواند سرعت پیری را کم کند، به نظر می رسد شکر افزوده این اثر را کاهش می دهد. نتایج یک مطالعه نشان می دهد نوجوانانی که با گوشی های هوشمند در ارتباط هستند بیشتر از نوجوانانی که این رابطه را ندارند از اضطراب، افسردگی و بیخوابی رنج می برند. به گفته محققان کینگز کالج لندن، جوانانی که با گوشی همراه در ارتباط هستند و الگوی رفتاری شبیه به اعتیاد دارند دو برابر بیشتر از افرادی که این کار را نمی کنند علائم اضطراب را گزارش می کنند. محققان دریافتند حدود 44% از افراد 13 تا 16 ساله که از گوشی هوشمند استفاده می کنند دچار اضطراب می شوند و این آمار بین افراد مشابه که از گوشی استفاده نمی کنند 26.4% گزارش شده است.